و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. و برای تعجیل در ظهور حجت ابن الحسن ارواح نافدا صلوات عنایت کن. اللهم صل علی محمد. بعضی از جلسات رو قبلا وعده دادیم، یک دو سه جلسه ای در رابطه با راهکارهای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه صحبت کنیم، چون هم بحث مبتلا بهی است، هم در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام چند جا این بحث رو مورد توجه قرار دادند. یک جا می‌فرمایند اگر در جامعه ای امر به معروف و نهی از منکر صورت نگیره، اون جامعه میتند، میت الاحیا، یعنی مردگان متحرک. یک جای دیگر می‌فرمایند این واجب در برابر سایر واجبات مثل دریاست و اونها مثل یک نمی از دریا. بعضی از جاها مورد لعن قرار داده کسانی که توجه به این واجب بزرگ الهی ندارن. هممونم میدونیم واجبه، تو همه زیارت نامه ها میگیم امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، خیلی هم ازش اسم میبریم، اما دلایلی داره که این واجب تو جامعه تقریبا تعطیل شده. من اون دلایل رو امشب عرض میکنم. یک سری راهکارهای عملی که حدود 20 راهکاره انشاءالله عرض خواهم کرد الان هفته های بعد، که چطور میشود بالاخره ما تو جامعه با منکر برخورد کنیم و معروف رو گسترش بدیم. اوضاع خوبی نیست، میدانید، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر اعتقادی، هم از نظر بحثای فرهنگی، هم در واقع صداشون در آمده، اما کسی یک راهکار اساسی برای این مسئله ارائه نمی کنه. لذا جا دارد این مسئله بهش پرداخته بشه. من اصلا به اهمیتش نمی پردازم، چون خیلی روشنه. آیات متعدد از قرآن و روایات فراوان از ائمه معصومین، من فقط یک آیه رو بگم، سوره مائده آیه 78، خدا می‌فرماید لعنت بر بعضی از دانشمندان بنی اسرائیل. بعد این لعنت رو خیلی داغش هم کرده، میگه لعنت به زبان حضرت عیسی و حضرت داوود. دیده بودید گاهی مثلا میگفتیم تو این تظاهرات، میگفتیم مثلا مرگ بر آمریکا، بعد میگفتیم رهبر میگه، مثلا دولت میگه، مجلس میگه. این وقتی چند تا در واقع این شعار رو میدادیم که فلانی هم میگه، فلانی هم میگه، یعنی خیلی مهمه، خیلی مهمه. حالا خدا میگه حضرت داوود میگه، حضرت عیسی میگه. چی میگه؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود، زبون حضرت داوود و عیسی ابن مریم. خب چرا لعنت بر اینا؟ ذالک بما عصوا، یکی برای اینکه گناه میکردن، و کانو لا یتناهون عن منکر فعلو، کاری به منکر تو جامعه نداشتن، براشون مهم نبود کی چه کار میکنه. ببینید انسان یه موجود اجتماعی است، ماها با هم زندگی میکنیم، نمیشه که انسان به خدعه، به نیرنگ، به ربا، به رشوه، به بیهجابی، به فساد بیتفاوت باشه. که یک جامعه اگه زندگی فردی باشه اب نداره که تو غار زندگی میکنه، کاری با امر به معروف نهی از منکر نداره. کیو امر به معروف کنه؟ حضرت آدم و حوا خودشون دوتا بودن، کسی کنارشون نبود.
ولی وقتی اجتماع ایجاد شد این بحث ریشه دار میشه. من فکر میکنم تو این بحث ما 4 شناخت لازم داریم، خیلی مهمه. یه کتابی رو اخیراً، البته اخیراً که یعنی چند سال پیش، من اخیراً دیدم چاپ شده، نویسندش عده‌ای از آقایونن، به نام جمعی از نویسندگان چاپ شده، سپاه چاپ کرده این کتاب رو. خیلی کتاب خوبی است، قطور، نزدیک 400-500 صفحه است، به نام راه نجات، امر به معروف و نهی از منکر. اسمش این راه نجات، امر به معروف و نهی از منکر. کتاب خوبی است، یه وقت دوستان خواستید ملاحظه کنید، مفصل این کتاب این بحث رو ریشه یابی کرد. ما 4 شناخت تو این بحث نیاز داریم. 1، معروف چیه، منکر چیه. این خودش خیلی مهمه، چون یه چیزایی رو گاهی ما امر میکنیم که معروف نیست، نهی میکنیم که منکر نیست. امام باقر علیه السلام کشاورزی داره میکنه، بیل دستشو، یه کسی آمد به نام محمد ابن منکدر، گفت میخواد مثلا تذکر بده به امام، آقا شما دیگه چرا، از شما بعیده، با این سن و سال تو بیابون شما باید مسجد باشید. آقا اجازه نداد اصلا بگه، فرمود اگه الان بمیرم در حال عبادت مردم، کارم عبادت. یعنی او فکر میکنه کار برای امام باقر یه منکره مثلا، یا کار اشتباهی. یا امام صادق لباس شیکی پوشیده بود، سفیان سوری امام رو دید، گفت آقا شما دیگه چرا، جدتون امیرالمومنین که از این لباسان می پوشیده، لباس خیلی سفید و خیلی تو چشم می اومده، تسر و ناظرین خیلی قشنگ بوده. آقا فهمیدن که زمان جدم با زمان ما فرق کرد، 100 پیش بود و الان میخوای مقایسه کنی. اون موقع مقدادم لباسش بسته داشت، حالا این من میگم عوازرم، حالا الان خود شما بینی و بین الله تو کوچه خیابون چند تا لباس وصله میبینید. اینجا نمیگم برید نیروگاه، برید شیخ‌آباد، برید مراقب فقیر، ولی قدیم اکثرا تو خود مدارس لباس ها وصله داشت. الان که نمیشه با 60 پیش مقایسه کرد که. آقا فهمدن مگه من چش، من اولا که تازه ازدواج کردم، تازه دامادم، ثانیا این لباس زیبا به بر انسان زیباست، ان الله جمیل یحب الجمال، خدام که تو قرآن میفرماید قل من حرم زینت الله. پس شناخت معروف و منکر که حالا من همینجا نوشتم، ما 8 منکر داریم، اشاره میکنم فقط. منکر اعتقادی، آقا شرک یه منکره. الان بعضی جوانای ما تردید دارن تو توحید، تو معاد، تو برزخ، تو نبوت، تو اینا، همه خودش جزء منکراته، چیزایی که شک داره طرف، نمیدونه، اعتقادهای باطل، غلط. منکر گاهی منکر اخلاقی است، مثل دروغ گفتن، مثل خیانت، مثل غیبت. منکر گاهی اجتماعی است، مثل بدعهدی، مثل خیانت به امانت. منکر گاهی اقتصادی است، مثل ربا، رشوه. آخه ما الان تا میگیم نهی از منکر، همه ذهنا میره رو حجاب. من نمیگم بد حجابی منکر نیست، نه، اما یکی از صدها منکره. ما ببینید تو جامعهمون چقدر منکرات حق الناس داریم، اقتصادی داریم، خیانت به امانت داریم، بد قولی داریم. خب اینا همه منکره. منکر گاهی اعتقادیه مثل شرک، گاهی اخلاقیه مثل دروغ، گاهی اجتماعیه مثل بدقولی، گاهی اقتصادیه مثل ربا و رشوه، گاهی سیاسیه، جاسوسی، تفرقه انداختن. عرض میکنم که ایجاد یأس تو فضای سیاسی برای مردم. ببینید گاهی خانوادگیه، بددهنی تو خانه، فحاشی زن و مرد، طلاق، نفقه ندادن. عرض میکنم گاهی منکر، منکر فرهنگیه، فیلم بد ساختن، سایت بد درست کردن، کتاب انحراف کننده نوشتن. گاهی منکر نظامیه، مثل فرار از جبهه. خب ببینید، پس یک نکته من فکر میکنم، آقا ببینید ما ستاد امر به معروف داریم، آمر به معروف هم داریم، این بنده های خدا نیروی انتظامی رو هم مسئول این کار میدونن آقایون، ولی چند جلسه کلاس گذاشتید؟ همین 8 که من الان گفتم، این نیاز داره لااقل 20 باز بشه.
که منکر به اصطلاح اعتقاد منکر سیاسی چیه؟ تا میگیم منکر ذهن رو بدهج، بله آقا بدهجابی منکره، اما ربا منکر نیست. پس ببینید شما وقتی بحث منکر پیش میاد، مخصوصا تو مسائل روابط اجتماعی، قطع رحم، دو سال با برادرش قهر، این منکر از این بدتر، آمد پیش پیغمبر خدا گفت یا رسول الله مبغوزترین عمل پیش خدا چیه؟ حضرت فرمود روشن آقا، از شرک و بالله، شرک، یه چیزی از شرک که بدتر نیست. گفت آقا ثم ماذا، بعدش چیه؟ فرمود قطیعت الرحم، قطع رابطه با فامیل. گفت آقا ثم ماذا، بعدش چیه؟ فرمود الامر بالمنکر، آدم امر به منکر بکنه. سه تا چیز میشه خدا خیلی مبغوزه، شرک و قطع رحم و امر به منکر. ببین قطع رحم در رده دومه. ببین چی میخوام عرض کنم، منکرات دایر گیر میده به بعضی چیزا تو جامعه، اما خودش تو خونه فحاشه، بددهانه، رعایت نمیکنه منکرات. پس ما چهار تا شناخت نیاز داریم. یک، معروف چیه، منکر چیه. این اگه لازم باشه چند جلسه من باید روش صحبت کنم، بشمرم 1 2 3 4. ولی یه چیز کلی بهتون بگم، در لغت راغب اصفهانی میگه معروف، من تعبیرشو اینجا نوشتم، المعروف، میگه معروف اسم لکل ما یعرف بالعقل و الشرع، هر چیزی رو که شرع و عقل میگه خوبه این معروفه، هر چیزی رو که شرع و عقل میگه بده این منکر. حالا شرعش راحته، آدم نگاه میکنه مثلا قرآن مسخره کردن منکره، غیبت منکره، اسم بد منکره، ربا منکره، بد قولی، بد وفا نکردن به عهد، هر چی تو قرآن نهی شده میشه منکر. یا تو روایات، شما این روایت پیغمبر اکرم رو ببینید، یا علی خطاب به امیر، این کارو نکن، این کارو نکن، این کار، اینا میشه منکر. یا عقل میگه، آقا عقل میگه شما این ماشینه که اینجا پارک کردی، حالا تو قرآن نمیخواد بیاد، راه 100 تا ماشینو بسی، این خلاف این منکره. یه طرفه میای همه مردم رو معطل میکنی، تو صف میزنی. پس منکر و معروف دو تا ملاک داره، عقل و شرع. این یکی چیزی که ما نیاز داریم. من فکر میکنم آقایون خواهرات، تو بحث امر معروف ما کلیگویی کردیم، یه آیات و روایاتش رو خوندیم، یه خورده کارشناسی نکردیم بحث رو. این یک، شناخت معروف، چهار تا شناخت نیاز داریم. دو، مخاطب شناسی. من حدیثشو بخونم، صاحب المعروف یحتاج ان یکون عارفا به تفاوت اخلاقه. کسی که میخواد امر معروف نهی از منکر کنه، رگ خواب مخاطبشو باید بشناسه. به یکی بگی تو گوشت میزنه، به یکی بگی میگه چشم. یکی رو باید نازش کرد، یکی رو باید داد زد، یکی رو باید خواهش کرد، یکی رو باید ترسوند. فرق میکنه مخاطب. ما نمیدونیم که میخوام پیر و جوون و زن و مرد و همه رو یک جور، نه، مخاطبا با هم فرق میکنن. طرف آماده بشه پیغمبر یا رسول الله به من موعظه کن، حضرت بهش میگه برو زبون تو کنترل کن. یکی دیگه اومده آقا منو موعظه کن، حضرت بهش میفرماید که عصبانی نشو. میفهمه مشکل این چیه؟ مشکل آخه طبیب یه نسخه که نمیتونه برای همه بنویسه. من موارد دیدم آقا، حالا یه خود فنی میشه، نمیخوام سنگین کنم بس رو، مثلا آقای اومده پیش امام صادق میگه آقا من معنای این آیه رو میخوام بدونم چیه، که قرآن کریم میفرماید وقتی حج تمام میشه، بعد از اتمام حج شما تفس رو از خودتون دور کنید. تفس یعنی چرک، یعنی ناپاکی. آقا فهمیدن که روشنه، یعنی ناخونتون رو بگیرید، موهاتون رو کوتاه کنید، سر رو بتراشید، یعنی بالاخره ترتمیز بشید. گفت آقا از زراره پرسیدم، یه چیز دیگه گفت. آقا من زراره چی گفت؟ و از زراره پرسیدم، گفت من خدمت امام صادق رسیدم، آقا فرمودن که منظور اینه بعد از حج برید زیارت امام، دیدن امام. حالا اون موقع امام معصوم بوده،
الان آقایون میرن مدینه قبر امام، قبر پیغمبر، برید دیدن امام تا حجتون قبول بشه. اون در واقع ناپاکی ها و مشکلاتی که بوده ازش رفع بشه، حجتون با ولایت. آقا فرمود این تفسیر مال اونه، مال شما نیست. یعنی ببین این فرق میذاشتن کاملا. من چند مورد پیدا کردم که ائمه گاهی به دو تا مخاطب دو جور نهی از منکر، دو جور امر معروف، دو جور برخورد. پس دوم مخاطب شناسی است، نه کارهای ساده ای نیست، کار خیلی تخصصیه. سوم روش شناسی، شیوه باید بلد باشی. چجوری بگی؟ روش زبانی، روش عملی، چجور؟ آیا تشر بزنی؟ روش پس ببینید، یکی از موارد مهم معروف شناسی و منکر شناسی، یکی مخاطب شناسی، یکی روش شناسی. اینم نکته ایست که کلیدیه. شیوه بلد باشیم. آقا هر کاری امروز متد داره، روش داره، سبک داره. اگر کسی روش بلد نباشه بدتر میکنه. یعنی شما میای چی میگن دوات چشمش کنی کورش میکنی، بدترش میکنی، این که اصلا نمازش هم نمیخونه. اونو خرابش نکن، بذار اونو بره، اون کار خوبشو بذار انجام. تو هنر داری نمازشو درست کن، تو هنر داری حجابشو درست کن. اینم یک شناختی که. و چهارم آسیب شناسی، که آقا ما چه آسیبهایی، چه خطراتی تو این زمینه وجود داره. خب من این رد شدم. نکته بعدی، من این چهارتا رو انشاءالله بعدن یواش یواش هر چقدر برسم تو این جلسات یه مقدارش، همشو قول نمیدم، عرض میکنم بعضیاش. اما دلایل کاهش امر به معروف و نهی از منکر تو جامعه چی؟ چرا هممون بی تفاوت شدیم؟ هممون، من خودم عرض میکنم، شما هممون چرا ول کردیم کار رو؟ نه تنها ول کردیم، بلکه الان عاملین به منکر و کسایی که منکر انجام میدن جری شدن، آمر به منکر رو معروف رو میزنن. اون تو حاشیه است، اون کتک میخوره. مگه تو همدان طلبه رو نکشتن، شهید نکردن به خاطر امر معروف؟ مگه همین اخیر توی گیلان خانم چادری رو پرت نکردن روی زمین به خاطر امر معروف؟ یعنی نه تنها ما میدان، حالا واقعا باید تشکر کرد از نیروی انتظامی، مخصوصا فرمانده محترمش که ایشون آدم بسیار محترمی است. من ایشون از دقیق خانوادهش رو میشناسم، خودش و برادرش رو تو اصفهان، پدرشون و اینا خانواده مداح و مذهبی هستن. ایشون گفت ما وای میستیم پشت کسانی که در واقع امر معروف میکنن نهی از منکر. دو سه مورد اخیرم خوب وارد شدن، واقعا جای تقدیر داره، باید تشکر کرد. اما چرا اینطور شده؟ چرا جری شدن؟ چرا مذهبیون تو حاشیه رفتن؟ چرا حرف نمیزنیم؟ من 5-6 تا عامل رو نوشتم، امشب میگم دیگه، انشاءالله بقیه بحث برای هفته های دیگه. یک، دلایل ترک امر به معروف یا کاهشش یا بیتفاوتیش تو جامعه چیه؟ یک، ضعف ایمان و باور. ببینید نماز میخونیم چون میدونیم واجبه، اما نسبت به امر به معروف و نهی از منکر توجه نداریم، واجبه. ببینید حالا من تو بعضی جلسات به خانوما اینو گفتم خانوما فکر میکنن اسراف کار بدیه. بابا اسراف حرومه. چطور شراب خوری حرومه؟ چطور دروغ حرومه؟ چطور غیبت حرومه؟ اسراف حرامه. فکر میکنن کار بدیه، مصرف نه، حرامه. اگه انسان توجه داشته باشه یه خانم وسواسی داره منکر انجام میده، اسراف میکنه تو این قضا، تو این بر، ما توجه نداریم که نهی از منکر واجبه. مثل قصه خمس دیگه. جالبه، من دو سه شب قبل فتاوی مراجع رو راجع به وصیت میدیدم. آقایون میگن اگر کسی از دنیا رفت، خب مثلا حالا نمازی داره، روزه‌ای داره، اینو از ثلث مالش باید وصیت کرده بدن یا به پسر بزرگ داره بخونه، اما بدهی های مالی از اصل پولش داده میشه، از اصل ارثش، یعنی هنوز ارث تقسیم نشده، بعد نام بردن خمس، زکات، رد مظالم. یعنی خمس
از نظر پرداخت اینجا بر نماز مقدم شده، چون میگه از اصل مال باید داده بشه، از اصل پول، زکات از اصل پول. الان خمس و بعضی رو فکر میکنن یه امتیازه، یعنی مثلا مثل روزه که میگیره برای امام حسین، کسی نگرف اشکال نداره، حالا یکی روزی رفت عاشورا نخوند اب داره، یکی کمک نکرد به مسجد، فکر میکنن خمس. و لذا بارها اینو گفتیم 85% تو کشور ما زکات نمیدن. زکات جزء اوجب واجبات عین نماز، یقیمون از صلاح یاتون از ضعف ایمان. لذا امام باقر علیه السلام فرمودن ان الله لیبغض المؤمن الضعیف، خدا از مؤمن ضعیف بدش میاد. قیل یبن رسول الله و مل مؤمن الضعیف، آقا جون مؤمن ضعیف چیه؟ فرمود الذی لا یأمر بالمعروف ولا ینهى عن المنکر، کسی که امر معروف و نهی از منکر جزء در واقع برنامه کاریش نیست. این یه دلیلش. دلیل دومش ترس از خطر. بعضی میگه آقا آبرومون میره، موقعیتمون میره، شاید فوش بده، شاید. قرآن میفرماید مؤمن کسیه که الذین یبلغون رسالات الله ولا یخشون احدا الا، از هیچ کس جز خدا نترسید، و یخشونه، از خدا بترسید. بله آقا ترس از موقعیتمون از دست ده، تو این اداره اون بدبین میشن، تو فرودگاه نه، انسان باید تذکر بده بگه. سه عامل سومش محافظه‌کاری و ناامیدی. آقا خیلی زیاده، ما به کی بگیم؟ قربانت برم اگه پیغمبر اینطوری میخواست وارد کار بشه که باید یک کلمه لا قولوا لا اله الا الله طفله او نمیگفت، ایشون روزی که شروع کرد چی مسلمون بود؟ خودش بود و امیرالمومنین خدیجه. هیچگاه امام حسین روز عاشورا اگه آقا قربانت برم 73 تا اید شما، نه 120 تا فوقش نوشته، اونام 30,000 تا، چیکار میخواید بکنید آقا؟ 70 خورده آدم در به قول اون آقا میگه خانواده در مقابل لشکر. اما امام حسین نهی از منکر رو ول کرد، چقدر سخنرانی کرد، چقدر خطبه خواند، چقدر نصیحت کرد. باشه یه حرم بیاد بسه، حالا تا 30 نفرم گفتن اومدن، یه نفرم. لذا امام قبل از انقلاب اگه میخواست به گسترش فساد نگاه کنه، آقا شما گوشه نجف یه پیرمرد این همه فحشا و کاباره و مرکز فساد و عرض میکنم شاه و قدرتش، مگه شما حریف میشی؟ دیدید که شد. نباید انسان بگوید که چون منکر گسترده است، آقا تو فرودگاه 2 تا چادری 80 تا مثلا عرض میکنم بد حجاب، پس ما به کی بگیم؟ باشه یکیشو شما بگو، یکیشو اون میگه. آقا انقدر اختلاس زیاده که انسان، باشه بالاخره تذکر میده انسان. اینم چهارم فرافکنی، این خیلی زیاده، همه به هم دیگه میگیم باید بگیم اما کی بگه معلوم نیست. میخوایم در واقع آقا امر معروف نهی از منکر وظیفه دولتی نیست، وظیفه همگانی است. قرآن کریم گردن همه گذاشته ولتکن منکم امه، افرادی برخیزند. فرافکنی و مسئولیت رو به گردن دیگران انداختن. خیلی من میشنوم گوشه بکنم آقا رهبر انقلاب، بابا رهبر انقلاب یه آدمه، بیش از همه من و شما امر معروف نهی از منکر میکنه. با شاعرها جلسه داره، با مدعاها جلسه داره، با آخوندها جلسه داره، با نظامیها جلسه داره، با دانشجوها جلسه داره، با همه اقشار مختلف مردم غروب ماه رمضان قبل از افطارشون بعد از ظهر، تمام ماه رمضان تقریبا جلسه، دوشنبه ها تمام دوشنبه هایشون جلسه داره، تقریبا جمع میشن 2 تا 3 تا گروه خصوصی عمومی. آخه این که نشد که ما، آقا مراجع دارن چه کار میکنن؟ آقا مراجع، شما یه مرجع 90 ساله درسش میگه، اطلاعیه میده، تذکر میده، خود شما حریف خانواده خودت نشدی، کاسب بغل دستت، شریکت، شاگردت. لذا فرافکنی هم عامل چهارم. عامل پنجم خجالت و حیا، رومون نمیشه. بالاخره اگر این عامل بخواد بیاد خب آقا اتفاقی نمیفته. بالاخره انسان حیا
یه جاهای منفیه، از جمله حیا در اظهار حق. بالاخره کسی که حرف میزنه هزینه میده. اینها برخی از عواملی است که من خدمت شما شمردم راجع به سستی روی این قصه. من فکر میکنم باید یک همایش های جلسات کارشناسی تو کل کشور. من الان گاهی فیلم های اول انقلاب که تلویزیون نشون میده خیلی قصه میخورم، چقدر حجاب خوبه، چقدر جو مذهبیه، چقدر تظاهرات. یه نگاه الان به امروز جامعهمون میکنیم، خب کاملا این ارزش ها کمرنگ شده تو جامعه. عینه تذهبون، کجا داریم میریم؟ این انقلاب برای ارزش ها بوده، برای بالا رفتن در واقع میزان تقید مردم به شهر بوده. البته یأس ایجاد نمی کنیم، الحمدلله اعتکافمون بالاست، 40 بالاست، مجالس بالاست، جوانها زیارت عاشورا، دعاهای ندبه، بله اینا همه جای خودش. اما نباید کار رها بشه، مخصوصا توی جاهایی که مرکز آسیب بیشتره. خب اینه که الان کاهش پیدا کرده به شدت. آقایون امسال من همین دو سه روز قبل خوندم که مرز طلاق روی هشدار، سال 87 86 8 ازدواج یک طلاق، امسال تو بعضی از شهرها 3 ازدواج یک طلاق. بله 3 ازدواج. شما ببینید که کدام جمعی الان فامیلی پیدا میشه قسم بخوره ما طلاق نداریم. خیلی بده. طلاق یک معضل اجتماعی است، کاهش ازدواج و و همینطور بریم جلو. بالاخره اینها باید مذهبیون، آقا شما ببینید تو مدرسه سازی وقتی احساس شد 3 شیفت ما مدرسه داشتیم، خدا پدرشونو بیامرزه، خدا خیرشون بده، 130,000 کلاس خیرین ساختن. الان مدرسه ها همه تنظیم، 130,000. دولت که نمیتونست، مدرسه ساز خیرین مدرسه ساز آقا تو شهرها شروع کردن. امروز تقریبا مدارس همه تکشیفت تقریبا خوبه، مشکل مدرسه حل شد. خب تو بحث ازدواج، چه ازدواج مجردین، اب نداره آقا بذار من بگم، من ترس ندارم، چه ازدواج اینهایی که باید ازدواج دوم یا موقتهای طولانی داشته باشن و از این وضعیت بیان بیرون. اگر فکری نشه دیگران براتون فکر خواهند کرد، جامعه به مشکلات منجر خواهد شد. شما در جامعه الان با 12 میلیون مجرد مواجهید، با 3-4 میلیون افرادی که شانس ازدواج اولو از دست دادند، یا به خاطر طلاق، یا به خاطر فوت همسر، یا به خاطر بالا رفتن سن ازدواج از سن عادی بوده 40, 42, 45 سنهای بالا. خب یه این فکری باید بشه، برنامه ریزی میخواد. اگر کار نشه او وقت اون قصه ای که برای اولاد پیش اومد پیش میاد، کار به جایی نرسه وقتی مجبور شیم تو این قصه هم اینطوری ورود پیدا کنیم. بالاخره لازمه تو این دو عرصه که حالا من عرصه اول رو اولا میدونم، بله اون اولاست، اون رو اون باید کار بشه، روی ازدواج مجردها و کسانی که به هر دلیلی شانس ازدواج اول رو از دست دادن، باید به هر حال نه هوسرانی و عرض میکنم مزاح و شوخی و نه، واقعا تو هر شهری کمالین بزرگان جمع بشن، لجنه های تشکیل بدن. من خدمت آقا بودم که ایشون فرمودن، یک عزیزانی اونجا بودن، چند نفر از آقایون آمده بودن از شهرهای مختلف، وزیر توشون بود، وکیل توشون بود، آخوند توشون بود. آقا فرمود برید یه فکری به حال ازدواج آسان بکنید، همایش ممایش نمیخواد، برید یه فکری بکنید ازدواج. بعدیشون اینو فرمود، فرمود از کارهای سنتی که در شهرها هست غافل نشید. یه وقت من یه کبرا خانمی توی کوچه‌ای می‌بینم 10 تا دخترش رو برداده. اینو ببین چیکار کرده، چجوری تونسته اینا. فرمود از این کارهای سنتی، جهیزیه سنتی دادن، دختر پیدا کردن، خیلی هستن تو جامعه. آقا این در واقع باید توجه به این نکات بشه. خب انشاءالله خداوند هممون رو آمر به معروف و ناهی از منکر قرار دهد و ریشه منکرات، منکر بزرگ اسرائیل، آمریکای جنایتکار رو انشاءالله ریشه کن بفرماید.
خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، موانع فرج رو برطرف بگردون، به آبروی امام زمان، آبروی ما و کشور ما رو حفظ کن، جوانانمون مؤمن و متدین قرار بده، ازدواجشون، اشتغالشون فراهم بفرما، به مقربان درگاهت این کشور امام زمان در پناه امام زمان رهبر عظیم الشان خدایا مراجع عالی مقام محافظت بفرما، اموات گذشتگان شهدا، اموات این جمع، شهدای این جمع، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان، به مقربان درگاهت بیماران، جانبازان صبر، صحت، سلامت نصیب بگردان.